بشیم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدیم خدمتتون با یه ویدیوی هیجان انگیز دیگه ای که صدف جون آماده کرده و فالوئرای من فکر نمی‌کردم به من پاس میدی الان. یه دفعه دیگه بگیم. دوباره بگیم. پاس میدی بعد من میگم. اوکی. آره تو میگی که مثلا چی شد؟ قبلش بعد من میگم. بچه ها سلام، ما برگشتیم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با یه ویدیوی باحال و هیجان انگیز که خیلی باحال، قراره یه سری سوالا از ما پرسیده بشه که تا حالا پرسیده نشده. یعنی یه داستانایی رو ما قراره به شما توضیح بدیم که هیچ جا درس پیدا نکرده و فالوئرها چی بوده؟ یه ویدیو دیگر داریم. عنوان چیه؟ بابا ویدیوی فرضیات آدم ها راجب خودمون که به ما گفتن و میخوان بخونیم. آره همین. و فرضیات رو قراره ایشون بخونه و ما جواب بدیم. سوالی کسی نپرسیده. البته خب حالا سوالی هم بود فرقی نمیکرد، ولی اینجوری هم نیست که مثلا چیزهایی که تا حالا نمیدانستید رو میخواستم یکم بریزیم رو داره. آره یکم میخواستم هیجانشو دیگه زیاد کنم و دراماتیکش کنم. آره ولی میخوام بریم بترکونیم دیگه. آره این چی میشه؟ داستان این بوده که من توی استوری اینستاگرام پرسیدم، گفتم که شما بیاین بگین توی از این کوشن باکس ها بگین چه فرضی راجع به ما. مثلا میگه من مثلا فکر میکنم تو خیلی مثلا در تنهایی خودت آدم بد اخلاقی، مثلا از این چیزا بگین چه فکرایی راجع به من و علی میکنین، حالا چه شخصی چه جفتی اینا، و ما بیام اینا رو بخونیم بهتون میگیم کدومش درسته کدومش غلطه. و کلا چیز بامزه، یه ترندی شده بود که فکر کنم آخرین نفری هستیم که ما داریم انجام میدیم. جدی همه دنیا انجام دادن دیگه. ما گفتیم که این قطاره بالاخره یه واگن تایی هم میخواد دیگه. ما چه اتفاقایی افتاد برای اونا که مثلا واقعیت رو گفتن و اینا؟ چون من رخت عزا پوشیدم دیگه، چون فکر کنم امشب تو ماشین باید بخوابم و یه سری واقعیت رو به هر حال احتمالا میپرسه. نه اینجوری نیست. نه. در کل اصلا اینجوری اصلا تو اشتباه اومدی عزیزم. اشتباه استودیوی برنامه ورزشی اومده علی کلا اشتباه گرفته. بعد ما هم نمیدونیم که مثلا چه چیزایی. آره هیچی نگفت صدف واسه همین من خیلی گیجم و گنگ. خلاصه چون چیز میکنیم میخونم من دونه دونه، مثلا من یه چیزی به تو میگم و تو ما میگیم که آیا این چیزی که این شخص گفته درست صدق میکنه راجع به ما یا نه. خب بذار من بهتون نشون بدم ببینین چقدر چیز خیال بعد لوچه اینا میاد. خب بیا اولیش راجع به خودت اتفاقه. علی تو جمع دوستاش یکم بیادبه ولی جلوی دوربین رو نمی کنه. نه اگو بفرم واقعیت رو بفرم. خودت بگو. من باید بگم یا پارت مثلا فرد تو فرد نمی کنه. تو بگو. من آره من جلوی دوستان با بی تربیتم، ولی بی تربیت بامزم، یعنی مثلا میگیم میخندیم و اینا. خب ولی جلوی دوربین آخه لزومی نداره مثلا من بی تربیت باشم. آخه اصلا یکی دوتا بی تربیتیات توی ادیت از دستمون در رفت. آره توی ویلاگا. نه توی ویدیو اینطوری نه، تو ویلاگا که مثلا خب آدم دیگه تو ویلاگ که فیلم که نیست، دست خودش نیست، همینجوری هرچی میگی میگی دیگه، مثلا انگار که با دوستات حرف میزنید. من همیشه مثلا حواسم هست که اگه موقع جایی در میره مثلا در میارم یا بوغی چیزی میذاری. آره ولی توی این ویلاگ آخری که با سامی کشتی میگرفتی تعدادش زیاد بود آخه، از دستش در رفت. نگیری بعد درد میشم تو ابد. ولی آره من بی تربیتم ولی بامزه. چه جوری میگی؟ آره بامزه، یعنی میگیم و مثلا بچه ها بخندن در اون حد دیگه. حالا اگر علی نبود تو از گرسنگی میمردی. دقیقا کجا میدونن؟ تو گفتی؟ نمیدونم ولی شاید حتما بالاخره اشاره کردم ولی کاملا درسته دوستا. حالا نه که بمیرم ولی خب قطعا مریض میشم مثلا، یعنی دیگه. منم میخوای توضیح بدم یکم. من فکر میکنم صدف تو ذهنیتش تغذیه و خورد و خوراک و این چیزا اونقدر مثلا اولویت نداره و واسه همینم خب باید حواشو داشته باشین که درست حسابی سر موقع غذا بخوره، خوب بخوره، غذاهای خوب، ویتامین فلان و اینا. یعنی مثلا اگر به خودش باشه شاید کل روز مثلا همون کافی که میخوره صبح و قهوه که صبح میخوره و یه چیپس و ماست شاید سر تاشو هم بیاره. مثلا اصلا تو قید این نیستم. آره. حتما اینو بگو. مثلا میگم با کن میگه هلیکوپتر اومد با نه ولی ببین اینجوری هم نیست مثلا علی غذا دهن من بذاره. علی همین که هست و خب میخواد مثلا غذا بخوره، خب من
غذا درست میکنم دیگه. یعنی همین که وجود داره باعث میشه که من غذا درست کنم، چون علی غذا میخواد بخوره خب منم بخورم اونو، ولی خب اگه علی نبود من مثلا یه چیز دیگه میخوردم، ولی علی اونجوری نیست. علی مثلا همیشه صبحونه‌شو که کامل میخوره، قشنگ صبحونه رستورانی ها، هر روز یه املت درست میکنه، یه روز قارچ میریزه، یه روز سفره دلمه میریزه، یه روز مثلا اینجوری میکنه، یه روز بعد ناهار که میاد حواسش هست که دیروز سبزیجات با ناهارش چی خورده به عنوان سالاد که امروز متنوع تر باشه که ویتامینای مثلا شما میان وعده ها رو در نظر میگیری، بعد میان وعده با خودش مثلا چیزایی میبره که نه همینجوری که فقط چیزی خورده باشه، یعنی مثلا قشنگ حساب میکنه که خب من این ویتامینو لازم دارم، اینو لازم دارم، مثلا فلان برگه، بعد مثلا مغز، بادوم، نمیدونم اینا، خلاصه که پرتقال اینا بعد داره. بعد خوبیش اینه که مثلا از این چیزایی که واسه خودش درست میکنه همیشه خب یه ذره به منم میده دیگه، قبل از اینکه ویتامینش میکنم و بعد میرم دوباره سر زندگیم. ولی در کل آره، چون به نظرم خیلی مهمه که آدم درست بخوره و انرژی داشته باشه. حالا از نظر پزشکی نمیخوایم، ولی فکر میکنم خیلی تاثیر داره توی روحیه آدم، توی انرژی آدم، توی ترشح هورمونا. و اینجا کانال 4 صدای سیمای اسلامی ایران. سلام، به برنامه اردیبهشت خوش آمدید. ببخشید میشه کات کنیم؟ خب جفتتون عقل رو بر عشق ترجیح میدین؟ بفرمایید. شما تو بگو. من خیلی خیلی علاقه دارم که زندگی هر چیزی با عشق باشه، با علاقه باشه، ولی خب بالاخره علاقه فرق داره. حالا با عشق باشه یعنی پشن توش داشته باشی، چی میگن، شور داشته باشی، حالا در مورد همه چیز، در مورد زندگی، در مورد کاری که میکنی. و خیلی اینو واقعا سعی میکنم اگر بشه اجرا کنم، ولی خب همیشه این اتفاق نمیفته. ولی خب به خاطر تجربه، سن، فلان و این داستانا، خب عقل خیلی اثر داره. حالا مخصوصا در مورد رابطه‌ای که با صدف داشتم، علاوه بر علاقه قلبی که داشتم، خب فوق‌العاده استانداردهای منو میدید وقتی که من باش دیت می‌کردم و به هر حال قبل از ازدواج. چه استانداردهایی داشت؟ نگم نه، فوق‌العاده دیگه. فوق‌العاده یعنی من واقعا همه چی رو در صدف دیدم و آینده‌مو خوشبختی‌مو دیدم. دماغ فقط داستان بود که این حرف چی می‌زنی؟ من انقدر دماغشو اتفاقا دوست داشتم. اصلا ها، ولی جالبه مثلا ما موقعی که این عکس و فیلمای قدیمیامونو می‌ذاشتم همه می‌گفتن که واقعا تو چه شانس آوردی با این دماغت علی اومد واسه، ولی جدا اینا حالا بدون چیز نمیگم، ولی واقعا علی دماغ منو دوست داشت، نمیدونم چرا. آره. یعنی مثلا همیشه از دماغم تعریف میکرد، بعد که من گفتم میخوام عمل کنم دیگه جدی شدم، مثلا گفت خب حالا اگه میخوای بکنی بکن، ولی مثلا همیشه میگفت برو دماغت خیلی طبیعی، خوشگل، اصلا خیلی ظریف به صورتشم خیلی میومد. ولی نه جدی میگم اینو، حالا شاید نمیدونم، من برعکسم، من اولویت اولم عقله، بعد عشق، کلا حالا توی مسائل و اینا. علی کوزت خونه است. کوزت چی بود؟ چه شخصیتی بود؟ آها، اون که تو جمال جان سوراخ اصلش نگردشته بود؟ نه، من بار بینوایان مگه نبود؟ بینوایان بود که کبریت میفروخ به جمال جان، اون که دختر که کبریت فروش نبود؟ نه به هر حال این شخصیتی خونه. که همش در حال مثلا کار کردن و من هم کار اگر به کار من نمیدونم کوزت چی کار میکرد، تمیزینا یادم نمیاد، تمیز میکرد، من مخلصم. ببین من کلا میدوام، یعنی سیستم من فقط اینه که من بدوام تو خونه، همین تو بشینه دیگه صبح اگه خریدی هست، اگر برنامه‌ای هست به کارهای فندق و برنامه‌های دیگه، نمیدونم اگه کوزت این کارا رو میکرد، من خاطرم نیست، یادم فقط کبریت میفروخت. ولی علی فقط کبریت، ولی من میفهمم شما منظورتون چیه. کوزت به اون مثلا شدتی نیست که بهش ظلم میشه، چون فکر کنم به کوزت ظلم میشد، جمال جان ظلم میکرد، من نمیدونم بابا، من اصلا ندیدم اینو، ولی چیزایی شنیدم. ولی جدی مثلا بهش مثلا ظلم نمیشه، ولی خب خیلی کارا رو خودکفا خودش میکنه بیشتر کارا. آره، من سیستمم اینجوری بود، باورتون نمیشه، در دوران مجردی موقعی که ایران بودیم میرفتیم شمال، بعد با دوستامون میگفتم بابا دمت گرم، چون منم اونجا هم همینجوری، اینا همینجوری لش میکردم، ولی من مثلا سعی میکردم مثلا کارا رو یه جورایی منظمتر کنم. خودم هم البته زیادم چیز نبود، ولی کلا همیشه برنامه من اینجوری همه چی راجب توه. علی خیلی میگوزه. میگوزه؟
خب عزیزم آدمیزاد میخنده بادگلو میزنه گریه میکنه میگوزه خب آدمیزاد دیگه. نمیخوام وارد جزئیات بشیم ولی خب نوشته اصلا حرف مردم و فامیل برات مهم نیست. تو رو میگه؟ من میگه دیگه لابد چون با من داره صحبت میکنه. حرف مردم نه که برام مهم باشه که مثلا بشم قصه بخورم براش، به خاطر اینکه کار من با مردمه خب برام مهمه که بعد اون مردم هم خب مخاطبای من هستن، برام مهمه که خب در مورد کارم مثلا چی میگن چه نظری دارن و این حرفا، ولی تو زندگی شخصی و اینکه به خاطر مردم یه کاری کنم، به خاطر مردم این ماشین رو بخرم، به خاطر فامیل مثلا یه کاری رو نکنم مثلا طرف ناراحت میشه یا خوشحال میشه، اینا من اصلا برام مهم نیست. نوشته علی از اوناست که عصبی نمیشه ولی وقتی بشه بد میشه. من اصلا تا حالا فکر کنم جلوی صدف واقعا یاد ندارم عصبی شده باشم. یادم شدم میدونی که موقعی که من با موتور رفتم تو دیوار من فکر کنم کلا عصبانیت علی رو همون یک بار دیدم تو عمرم. اونم جوک شد که آخرش میخندیدیم. خب آره جوک شد ولی خب واقعا مثلا من مونده بودم که این مثلا چرا اینجوری میگه، مثلا تا حالا اون روشو ندیده بودم. ای چطوری؟ فاک ده شد من فاک من همه چوب مسخره میگیری، همه چوب مسخره میگیری. دست هوپینگ من که با موتور رفتم تو دیوار، بعد داستانش هم این بود که خب مامان منو از بچگی قسم داده بود که هیچ وقت سمت موتور نرم، نه خودم بخرم نه حتی سوار مثلا ترک کسی بشینم، اونه بخاطر اینکه من دو تا از عموهای مامانم با دو تا از عموهای خودم جوون مثلا 18-19 ساله تو تصادف موتور از بین رفته بودن، واسه همین خیلی این موتور مثلا بعد منم عشق موتور من اینو ارسیه چیه و اینا. خلاصه ما که اینو خریدیم روز دوم، یعنی روز دقیقاً روز اول دیگه همون روز که خریدیم فرداش که علی من موتور رو داد، فرداش من رفتم تصادف کردم رفتم تو دیوار و اینا، بعد چون خوردم از دیوار رد شدم خوردم به درخت، بعد پشت اون درخته خیابون بود، خیابون مثلا خب ماشین میره میاد دیگه، بعد علی که اومد همش چیز میکرد که تو اگه این درخت نبود رفته بودی توی خیابون کتلت شده بودی و من چیکار میکردم و من بدبخت میشدم و مثلا خب بقیه هم که کاملا مخالف بودن اینه، برای همین خیلی بعد گیر داده بود که من میخوام اینو پس بدم. بعد من زنگ زدم یعنی چی میخوای پس تو رو خدا موتور منو پس داده فلا، یعنی ببین اصلا نمیدونی خون جلو چشمو گرفته بود. ولی بعد مثلا یه خورده که گذشت و اینا یادمون که افتاد فیلم دوربینو داریم که من رفتم تو دیوار دیگه خندیدیم و اینا دیگه بامزه شد و خیلی ترکید اتفاقا در فضای مجازی. ولی یه دلیلی داشت این داستان که من گفتم، یکی این که روز قبلش صدف آخه خیلی آدم بیباکیه، یعنی اگر مثلا پسر میشد شاید مثلا میرفت فیلفه مسابقات اتومبیل رانی و چتربازی و هواخلبانی و... آره سیستمش اینجوریه اینجوری، حالا الان یکم به نظرم معقولتر شده ولی خب اینجوری بود و میخواست دیگه نشون بده مثلا میتر. ما شب قبلش که موتور گرفته بودیم خونمون اون موقع یه رمپ نداشت، یه رمپ من گرفتم، اینقدر فاصله بود از سطح خیابون تا سطح خونه که این اون همون سنگ یا همون کاشیایی بود که الان تو حیات هستش. من بهش گفتم آقا شما وقتی که میخوای بیای تو اگه میخوای یه دوری هم بزنی خودت نیا، چون این یه زوری میخواد، ما هنوز دستمون نیومده این گازی که بگیریم، بذار من خودم اومدم اینو بلند میکنم موتورو میارم تو، که بعدش من یه رمپ سفارش دادم که بیاد که به قول معروف راحت‌تر بتونه بیارتش، ولی گوش نداد این داستانو و من از اون که میخواستم ثابت کنم من اینجوری نیستم. نه نه اصلا آره، ولی داستانو من به خودم گفتم خب خیلی خب این فردا میخواد بره تو خیابون به خدا یه پا روزین بزنه یه دست یه پا بزنه از این اینجوری ها که میرخصن و اینا، من اونو همینجوری تو زهنم این بود که الان فردا میخواد بره وسط خیابون یه پا روزین بگیریم یه علی فیلم بگیر آرمانم بابا نرده چارشافم گردیم بو پاکت در بنیم درمانم. من گفتم نو این داستان اصلا تعطیل میشه چون شما گوش نکه این اولین چیز رو شما رعایت نکردی و این دلیل شد که ما به جایی نرسیدیم یه جورایی به یارو که زنگ زدم زنگ زد آقای گفت برو بابا موتور داغون کردی چی پس بگی برو بفروشش اگه راست دیگه بعدش هم دیگه سلام گفت منم بعدش تو کردم من رفتم تو دستشویی
با تو قهر کردم. جالب اینجاست من همیشه ایشون قهر میکنه. یعنی هر اتفاقی بیفته تقصیر با ایشون هم بوده. مثلا ایشون قهر آره. مثلا خداحافظ دستشی. خب گفت آقا من موتور رو نفروش و منم دیگه گفتم چشم چشم حالا فعلا داریم. ولی خیلی دیگه از اون موقع اصلا خیلی هم کم میرونه زیاد نه موقعی که هوا خوبه مثلا آره من جایی نمیرم اونقدر آره دیگه همون در حد همون اطراف ولی یه دست و یه پا میگه که تو علی تا حالا دعوای جدی نداشتیم جدی نه من فکر نمی کنم آقا جدی دوست دفعه داشتیم مثلا به جیغ و داد کشیده ولی مثلا اونطوری که بگیم خداحافظ مثلا دیدی بعضی ها دعواشون میشه مثلا به هم میزنن مثلا یه مدت و اینا ما اصلا اونجوری نداشتیم ولی دعوای جیغ جیغی داشتیم دو یا مثلا سه بار تو کل این دعوای جیغ جیغی داشتیم و به نظر من عالی بوده برای یک خانم آقایی که تازه هم ازدواج کردن نه مثلا از نظر رکورد چون آره. الان دیگه دستمون اومده کی چی کار است اصلا جیغ و ویغ نمی کنیم باورت نمیشه 24 ساعت نمیشه که خب طبق معمول من میرم و میگم قربونت برم من اشتباه کردم و چون واقعا حالا غالبا میگم من نمیتونم توی اون فضایی باشم که مثلا صدف قهر باشه با من واقعا اون انرژی خیلی منو میکوبونه بعد منم نمیتونم مثلا وقتی با یه نفر دعوا کردم مثلا یک ساعت بعدش عادی برخورد کنم آره سبکشی نمیتونم آره. بعد واسه همین خب مثلا نمیتونم برم خودم جلو و اینا دیگه بعد علیشون طاقت نداره خب علی زود تر میاد وگرنه شاید نه اگرم سب کنه من که نمیرم من کلا سیستممون دنیا دو روزه است به خودم میگم دنیا دو روزه و این داستانا میرم میگم آقا جون مثلا حالشو ببریم کانال 4 دیگه تو خیلی خانوم تمیز و مرتبی باری که علی خیلی بدون را میره نمیذاری ایشون رو گفتیم ببخشید کانال رو اشتباه نیومدی ببخشید شما در بغلی رو بزنید در بغلی رو بزنید این کلا خیلی در مورد من درست نبود جمله اولش خب تو خونه تو هی میریزی علی هی جمع میکنه تو هی میریزی علی آخ نمیتونم بگم سانسور نمیشه گفتم که لباسی من میدونستم امشب یه داستانی که وجود داره توی علی قشنگ دلش پره تو ماشین به خدا داشتم میگفتم بهتره که من اینو بگم که نگم وای همش میگه وای قربونه من یه سری واقعیت ها رو باید تو زندگی گفت صدف یه سیستمی داره که برای من عجیبه این هنوزه براش عجیبه برای من عجیبه ولی من اینو اولش نمیتونستم قبول کنم چون منم یه جوری هم که یه سری چیزا خیلی سخته برام قبول کردنش وقتی نشون که مگه میشم چی چیزی سیستم ماشینیه بیشتر که چی؟ که اونو اول شما... نه همه اینو میخوام بهشون بدم شما اینو صدف عزیزم بر میداره از کمودش شما اینجوری در نظری کمودش بر میداره میاد استفاده میکنه روزو پنکیک میزنه پنکیکو میذاره اینو نمیذاره دوباره تو کمد میذاره همونجا سیستم صدف اینه هر چی برمیداره دوباره سر جاش نمیذاره و این یعنی حدود 80% مواقع 80% مواقع اینجوریه و خب اینم یه سبکیه من نمیگه من فکر میکردم مثلا سبک من شاید درست باشه که برمیداری بذار سر جاش ولی ممکنه فهمید نه ممکنه نباشه اصلا این سبک درست نیست و این سبک درست آره برچه این بهتر آقا کانال 4 بهترین راه اینه که شما عزیزان دل به خودتون تلقین کنین ممکنه سبکای دیگه ای هم باشه واقعا کی گفته که همیشه همه چی باید مرتب و مثلا منظم و سر جاش باشه حالا این همه مثلا آدم مرتب بودن به کجا رو گرفتن تو آدم بی‌اعصابی هستی و جوش نمیخوری با غریبه ها تو رو میگه منو میگه من بی‌اعصاب نیستم من بی‌اعصابم علی مسخره بده در نه نمیتونم کنم بکنم هر کاری میکنم تو اونجا بسه دو میگه علی نباشه هندلت کنه هیچ کاری نمی کنی قبل از ازدواجت هندل کردن کار مامانت بود چقدر دوست تو خونه ما بوده این هرکی هست باور کن یا فامیل آره. من خودم به این موضوع بسه شما بفرمایید من فکر میکنم مامان صدف فوق‌العاده هم به ما محبت داشت بعد از ازدواج هم به من قبلش هم صدفم واقعا همینجوری توی پنبه خلاصه تر و خوش کرد و سپورت دست من ولی خب من خودم همچین فکری راستش دارم من فکر میکنم صدف رو باید
چون فکر صدف همش توی سیستمای دیگه ایه، باید حواشو داشته باشی که کارهای روزمره خونه رو بتونی هندل کنه. تو هپروتم یا چی؟ نه همین کارهای کار مربوط به کارت، خلاقیتایی که داری، منظورم خلاقیتایی که داری، پروژه‌هایی که داری، داستانایی که داری، به نظرم واقعا کار بزرگی از اول کرد و الان هم داره ادامه میده، مثلا باید کمکش کرد. بسیار خصیصی. اصلا اینجور نیست. البته شما خب من نمیدونم چرا این اتفاقای خصیصی خیلی زیاده. اصلا اینجوری نیست. اصلا صدف آدمه. اصلا یکی از خصوصیات عجیبش اینه که ممکنه یه دفعه مثلا باید حال کنه و یه چیزی بهت بده که مثلا طرف یه بگرخه. و جالبه که مثلا این تو برعکس فکر میکنی، فکر میکنی علی خیلی ولخرج و مثلا چیز من خیلی خسیسم و هی بهش میگم، در صورتی که بیشتر اوقات علی خسیس نیست ولی بیشتر اوقات اتفاقا برعکس، یعنی علی هی به من میگه مثلا آقا فلان کار رو حالا مثلا نکردیم هم نکردیم، یا مثلا چه میدونم مثلا این پول گنده رو مثلا اینجا خرج نکردیم هم نکردیم، مثلا اتفاقا میگم نه ول کن برای چیز نیست. آره، مثلا صادف اصلا اینجوری نیست، من هستم ولی من تو حراج خرید میکنم. آره ولی سر آره من پول نور زرنگه. زرنگه. آره مثلا چیزایی که میخوام و میخرم ولی مثلا میگردم ببینم که اگه جایی داره مثلا همونو ارزونتر اونو میگیرم، ولی اگرم نباشه میگیرم. اینجوری نیست که بگم خب پس اصلا نگیرم، خیرش بگذرم. موافقم. ولی در مورد موقعی که بخواد خرج کنه خوب خرج میکنه. من یکم حساب کتاب بیترم ولی منم شوتم در کل ولی اصلا. آره هیچ کدوممون حتی مثلا یه اپسیلون به سمت خصاصت آره. نمیدیم جفتمون تا ببین... این برتریم. شاید دوستان مثلا اون چی میگه سیوینگ چی میشه پسنداز و اشتباه گرفتن با مثلا این که تو مثلا حالا چرا مثلا فلان چی رو نمیگیری فلان چی رو نمیگیری. من میدونم این از کجا میاد، به خاطر اینکه این هر وقت که مثلا من میرم یه چیزی رو مثلا تو حراج میگیرم یا مثلا آیفون رو میگفتن که خب این آیفون رو بدون بهره قسطی میدن. آها. بعد مردم میگفتن که خب شما ها مثلا پول نداریم یعنی که دارین قسطی میگیریم. میگم بابا بدون بهره، به جای اینکه مثلا این $1,000 رو الان بدی میگن این همین $1,000 رو تو مثلا 2 سال بده. خب برای چی الان بدیم وقتی میتونیم؟ ولی خب بعضیا چون اینو کلاس میدونن نه اصلا فکر میکنن که مثلا اگه ما اینو الان بدیم مثلا خیلی با کلاس حساب میشیم، در صورتی که عزیزم کلاس مال جای دیگه است نه مال اینجا. آره نه اصلا این برنامه ها نیست. انسان های حسود و منفی رو بلا فاصله خط میزنین، مخصوصا اگر فامیل باشن. قسمت اولش درسته، قسمت دوم اون مخصوصنش فرقی واقعا نمیکنه برای من شخصا. علی یکم یعنی علی یه ذره کمتر اینجوریه، ولی من اگر انسان حسود و منفی، چون میدونی من اینجوری میدونی سرا اوکی، من اگر از یکی خوشم نیاد حالا به هر دلیلی، اصلا ممکنه ایراد از من باشه، اون آدم مثلا خیلی هم آدم خوبی باشه یا اصلا حسود باشه منفی باشه یا هر چیزی باشه، نمیتونم جلوش مثلا تظاهر به این کنم که ازش خوشم میاد، در نتیجه این رابطه اصلا نمیتونه ادامه پیدا کنه، برای همین این رابطه خود به خود به هر حال خراب میشه. نمیدونم حالا میخواد اون آدم فامیل باشه یا میخواد دوست باشه یا هر کسی باشه، با یه خدافظی هر جفتمون رو خوشحال می‌کنم، چون که رابطه سمی میشه اگه بخواد ادامه. ولی خب خیلی‌ها هستن که با کلی فامیل مثلا عمری رابطه دارن، همیشه مثلا میرن و میان و رابطه و زنگ و اینا، ولی تا اون طرف میره میشه میگن اه 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 چقدر بدم میاد، چقدر این آدم حسوده، چقدر من اصلا مثلا نمیتونم. اصلا اینجوری نیست. ولی خب علی یکم تحملش بیشتره، یعنی مثلا میگه حال مثلا نداره و اینا. آره من تازه الان خیلی خوب شدم، یعنی بد شدم، چون یه زمان بود که من با همه بد خوب هر مدلی من میرفتم، ولی بعد یه جا رسید گفتم آقا جون اون چیز اون افرادی که نمیخورن از نظر فکری به تو اذیت میشی باهاشون رو اصلا کاملا بذار کنار، و واقعا گذاشتم یه سری رو، ولی با این حال اونقدرم زیاد جدی نمیگیرم مثلا صدف، ولی خیلی فیلتر میکنه. به خاطر اینکه میدونی من میگم آخه آقا نمیشه که مثلا تو اگه با یه نفری، چون عمر ما مگه چقدره، مثلا تو اگه با یه نفری حال نمیکنی توی اون 2 ساعتی که میخوای باش مثلا وقت بگذرونی به تو خوش نمیگذره، همش میخوای هرس بخوری، چرا باید اصلا، چه دلیلی داره، چی بالاتر از وقت و خوشی خود آدمه که مثلا تو بخوای اینو فدا کنی که حالا مثلا با یه آدمی مثلا رابطه میخوام نداشته باشی. مثلا من اینه فلسفه‌م.
این سوال رو نپرسین آخه، یه چیزای خصوصی میپرسین عزیزان دل که شاید میخوان ایده بگیرن برای زندگی خودشون. نه اینو ایده نگیریم، ولی خب به هر حال آدمیزاد خیلی کارا انجام میده کلا. اصلا نمیدونه چی از سوال همینجوری فکر کنم حدس زدن دیگه. آره خب بخونم سوالو ولی جواب ندید. آره آره بخونید حتما. نوشته تو علی قبل از ازدواج رابطه نداشتین؟ اون رابطه رو منظور با عکس بادم جون چی میرزا قاسمی میخوای درست کنی؟ بادم جون و گوجه و تخم مرغ و سیر و نوشته حتی یک روزم نشده خدارایی ناخون میکاپ مو شیو اینا نکنی. شیو نکنی از ما خمان علی نگم نمیگم بگو نه آقا بگو نه داره بگم من که میگم رخت سیاه پوشیدن تو ماشین بخواه اصلا بگو. در مورد بحث سیبیل و ریش و این داستان خیلی نکته جالبی رو فرمودیم. بعضی موقعا من بهش نظر میدم، خب به عنوان همسر میگم که عزیز دلم، من میگم حالا پروفسوری بذار بسیار آخه از اینجا میاد به تو نگاه میکنه، بعد من میبینم اینجوری مثلا زور زده به سیبیل، بعد که من واقعا اونقدیم حالا مثلا سیبیل نیست میگم پروفسوری ها پروفسوری میخوای بذاری، چون منم مثلا دوست دارم عوض کنم مدل ها رو الان دیگه نمیدیم بعد این موقع مثلا سیبیل ریش و سیبیل ها میگفتی من سیبیل رو من میگم بعد این موقع ممکنی مثلا یه ماچی بخوایم بکنیم همسرمون رو گیر کنه گیر کنه انگار که مثلا چقدر. خب میگه علی میتونه خیلی راحت جلوی تو راجع به خوشگلی خانمای دیگه صحبت کنه و تو ناراحت نمیشی. علی نمیکنه آخه. حالا من نمیدونم چون تا حالا نکرده، من نمیدونم چه عکس العملی مثلا حرف چیه که میداد. ولی به نظرم یعنی چی اجازه مثلا یکی رد چه من بگم وای چقدر این خوشگله مثلا وای چه چشمایی اصلا زشته به نظرم، چون مثلا به نظرم اصلا درست نیست. خب بله یه مرد میبینی میگی چه خوشتیپه، یه خانومم یه هنرپیشه میبینی میگی چه خوشگله، ولی این که مثلا بخوای جلوش ولی تو اصلا هنرپیشه هم تا حالا نگفتی، اون دفعه به زور گفتی از چی کی خوشت میاد. من عزیزم صدف بیوتی همسرمه دیگه باورتون نه بگو میش کی بابا آقا اسمو بگو اسکالت تمومو دوران 20 سالگی 20 سالم بود. خب میگه پرسیده آقا کیو تو دوستش میده اسکالت خوب دوست داشتی گفتم دوست داری اسکالت چه قرمونت برنده همسن مادر بزرگی هم الان دیگه بعد نوا چه داره بزرگ میکنه قرمونت برنده. خب الان کیو دوست داری بگو؟ الان صدا بیوتی نه الان صدا تایری فندق بیوتی. خب سیاوش قبلا دوست پسر صدف بوده. سیاوش کدوم خریه؟ سیاوش کیه؟ نه نبوده به هر حال من دوست پسری به اسم سیاوش حالا نداشتم. حرف چی میزنی اصلا؟ تو ادای با کلاس ها رو در نمیاری واقعا با کلاسی منو میگی فردا قربونت برم فکر کنم با من بود چون تو دایرکت های من بود. درست. حالا من نمیدونم دقیقا منظوره چیه. آره چی دیدی ولی خب مرسی خیلی ممنون. تو از کتی خوشت نمیاد؟ نظر به همون حرفایی که الان زدیم به هر حال اگر من از کتی خوشم نمی اومد ارتباطی هم نداشت سیستم ما یه چیز دیگه بود. در نتیجه چرا من کتی خوشم میاد؟ بابات یه کاره نظامه چیتی؟ کاشکی بود بابای من بذار به تو فکر رو قبلن هم گفتم ولی حالا دوباره میگم بابای من کلن تو تمام عمرش همیشه شغل آزاد داشته، یعنی حتی یک بارم از دم مثلا یه اداره دولتی مگه اینکه کار داشتم رد شده باشه. میگه که من حس میکنم علی هیچکاره بوده تو موفقیت تو و تو بودی که علی رو معروف کردی. صد درصد علکی نه اتفاقا اصلا اگر علی نبود اینم علکی نمیگه مثلا نون قرض بدیم قشنگ 50% مینیمم هر چیزی که الان میبینین مسئولیتش با علیه، یعنی علی باعث شده که مثلا حالا هر چیزی که الان هست به اینجا برسه و اینا. اگر نبود قشنگ مینیمم 50% به خاطر اینکه اگه نبود اصلا این اتفاق نمی افتاد. برای همین شما وظیفه همسری تو داری انجام میدی دیگه، یعنی چی مثلا کاری نکردی شما باید همیشه پشتیبانی کنی مهربون باشی با همسرت وگرنه احتیاج نیست به نظر اصلا چرا زن میگیری؟ زن که میگیری یه دلیلی داره خب زن نگیری
باشه. تو آدم همیشه نگرانی هستی. من؟ ببین یعنی کل زیرو. دنیا زیرو. آخه صدف اصلا نشون نمیده اگرم نگران باشه یا هرچی تو خودش میریزه. میگه نشون نمیدی ولی علی رو خیلی دوست داری. منو دوست داره صدف. مطمئنم. مطمئنه. بیا ماجد کنم. این تا حدی درست بود. قربونه. حالا ببین من نشون نمیدی ببین. اوکی. من مثلا بیشتر توی رفتار و مثلا اینا مثلا من اونجوری نیستم که مثلا دیدی هی همه میگم بابا قربونت برم فدات بشم عزیزم شوشوی آقایی مثلا عاشقت هم اینا من مثلا اونجوری نیستم ولی خب خب چی؟ من صدف نیست اینجوری شوشوی نیست ووی نیست. ما دیگه خسته شدیم گفتیم یه ذره ریلکس تر بشینیم. این خیلی بالی یکی نوشته علی زنزلیله. من با افتخار زنزلیلم خداییش. یعنی با هرچی فکر میکنم میبینم همون موقع که رفتم تو محضر امضا کردم همون موقع جزو انجمن زنزلیلام هم شدم. ثبت نام کردم. ثبت نام کردم. نوشه خیلی مایه داری صدف کجاست اصلا؟ باید مایه دار ندیدی یا مایه دار رو اشتباهی تعریف کردن. البته ببین یه چیزی بگم بجا به مایه داری و اینا چون مثلا اینا حالا بازم بود که مثلا آره شما خیلی پول دارین و اینا همیشه به نظر من تو در هر شرایطی که باشی تو زندگی از یه سری آدم ها پول دارتری از یه سری آدم ها خیلی بی پول تری دقیقا. واسه هم یه خیلی چیز نسبیه نمیشه مثلا بگی خب بعضی ها هستن که دیگه توپ تکونشون نمیده خب اونا دیگه پول دارن به هر حال پول دار و پول دارتر و پول دارترتر و اینا ولی نمیشه مثلا اینطوری گفت تعریفش بمام چجوریه چقدر بد سرمایه داشته باشه که بگی از چند از شروع میشه چند میلیارد تومن شروع میشه یک میلیارد نه ببخش نه بابا صد نه صد میلیارد خیلی میشه چند میلیون دلار میشه کفتر از میلیون هم داشته باشه پول دار نه آره اونقدم اینجا مثلا اینجا اونجوری نیست نمیدونم میگم خیلی نسبیه مثلا به نظر من پولدار یعنی دیگه مثلا کی مثلا بازیگر هالیوود و اینا دیگه پول دارن تازه اونا هم نمیدونی بابا اینقدر بدهی دارن آدم یه سری چیزها رو مثلا واقعا از دور میبینه فکر میکنه ولی خیلی توش بری دیتیل داره و مثلا جزئیات داره و اینا طرف مثلا ممکنه سالی مثلا 100 میلیون دلار در بیاره ولی 99 میلیون دلار بدهی داره آخر سال یه میلیونش دستشو میگیره یعنی خیلی مثلا نمیشه گفت علی بچه میخواد ولی تو زیر بار نمیری نکته جالبی بگذاریم میگه تو خونه قوانین خاصی دارید که باید رعایت کنید و اینکه بیشتر قانونا رو تو گذاشتی هیچ قانونی ما نداریم تو خونمون قانونی داریم ما تو خونمون نه قانون خاصی نه هر کی واقعا هر کار دلش بخواد میتونه بکنه یعنی چه قانون مثل قانون داریم نمیدونم نه دیگه تو خونه مگه ده سرواز خونه اومدی خودی خونت ازدواج چه قانونایی میذارن مردم برای خونهشون نمیدونم آخه مثلا آدم بچه داشته باشه خب قانون میذاره مثلا 8 شب خونه باش نمیدونم روزی 2 ساعت بیشتر تلویزیون نمیتونه مثلا از این چیزا لابد دیگه قانونایی که حالا من بلدم ولی خب ما برای خودمون قانون نه میگه همش در حال شوخی کردن و مسخره بازی هستیم دوتایی 80% اوقات آره 20% اوقات هم مثلا اگر هستیم. اگر صدف میگم ذهنش مشغول باشه برای یه کاری یه پروژه یا یه داستانی من میفهمم یه زمان نمیفهمیدم برای هم میمادم مثلا دلغک بازی و اینا نمیشد من نمیخواد نمیشد ولی الان میدونم که کی اون موقع است چون حرفم نمیزنه تو باید حسی بفهمی داستانو و میفهمم الان خیلی مشغوله من کمتر تو این فاز من کلن همیشه پایم فکر میکنم یعنی ولی صدف وقتی فوکس میکنه روی داستانی باید حواسش جمع باشه نبشه خیلی زندگی بی دغدغه‌ای دارین من فکر میکنم درسته
دغدغه مشکل دغدغه. اگه آخه ببین یه موقعی آدم دغدغه برای خودش درست میکنه، مثلا این کارو میخوام بکنم اون کارو میخوام بکنم، خب این چیزا واسه میشه دغدغه. حالا من دغدغه اگه مشکل باشه مشکل. پس نمیشه. آره نه خدا رو شکر، خدا رو شکر نیست که مثلا اشکالی وجود داشته باشه و اینا. اگرم چیزی هست، چیزایی که میخوایم بهشون برسیم، مثلا براشون تلاش میکنیم، هم چیزی جلو راهمون نیست. آره دیگه، هم زندگی اینجوری، هم اطرافیانمون هم سعی میکنن که دغدغه تو ذهنمون ایجاد نکنن. به نظرم خیلی مهمه که اطرافیانت، خانواده ها مثلا سنگی جلوی پا نندازن و فلان و اینا. ولی در کل خدا رو شکر فعلا همه چی به خوبی پیش میره و خب دیگه رو باید ببینیم چی میشه. دغدغه اینا خدا رو شکر. ولی واقعا مهمه ها. حالا اگه مثلا کسی این ویدیو رو داره نگاه میکنه که از خانواده مثلا یه زوجه، یعنی مثلا حتی خواهر برادر یا مثلا پدر مادر خاله دایی اینا، خیلی مهمه که هر کاری میخوان بکنن ساپورتشون کنین، چون یک اصلا به شما مربوط نیست که میخوان چیکار کنن، دو اینکه اصلا شما نمیتونین با انرژی منفی دادن به زندگیشون و هی دخالت کردن یا هی مثلا بکن نکن کردن اینو کمکی کنین، چون که به هر حال اونا دیگه الان زندگی خودشونو و کاری که بخوانو میکنن. حالا میتونن یه خود با دلخوری و با مثلا حالا همین دغدغه هایی که شما براشون ایجاد میکنین اینا بکنن، میتونن با انرژی مثبت، با مثلا چیزی که مثلا ساپورتی که شما میکنین و اینا انجام بدن. برای همین اینو من گفتم حتما بگم، به خاطر اینکه تو زندگی ما واقعا خیلی تاثیر مثبتش رو ما حس میکنیم. یعنی ما هر وقت هر ایده‌ای داریم، هر کاری میخوایم بکنیم، به هر حالا چه خانواده من چه خانواده علی بگیم، همیشه اینه که ما مثلا چی کار میتونیم براتون بکنیم، اگه کمکی میخواین بگین، چقدر خوب، مثلا اگه کمک فکری میخواین، هر چیزی. یعنی مثلا اینا برای همین خیلی کمک میکنه به آدم. چی؟ نوشته تو خیلی حسودی، نمیتونی ببینی گوشی علی قشنگ تر باشه؟ کی خوب گوشی علی قشنگ تر بوده؟ این نکمه دادی بود مالا من دیگه. آها برای اون. وای. و اگه مامانت به سارا توجه بیشتر کنه تو حسودیت میشه، علی هم چون پولدار بوده تو باش عرصی کردی. در مورد حسودی خدایی من اصلا آدم حسودی نیستم واقعا، به خاطر اینکه احساس بکنم که هیچ کس مثلا چرا من ببین. اوکی بعضی صفات هست، یه چیز جالب بهتون بگم، شاید واقعا چون من اینو توی خودم تقویت کردم که به این مثلا فکر رسیدم، شاید اگه به شما بگم به شما کمک کنه. اگر شما فکر میکنین که مثلا آدم حسودی هستین یا کسی هستین که به خاطر حالا شرایطی دروغ میگین، حالا فکر میکنین که مثلا بعد یه دروغی بگین، من فکر میکنم که هیچ آدمی توی دنیا انقدر ارزش نداره که تو بخوای خودتو به خاطر اون آدم اونقدری بیاری پایین که به یه آدم دروغگو یا مثلا به یه آدم حسود تبدیل بشی. یعنی میدونی وقتی تو به خودت اونقدر ارزش بذاری که بگی که من اصلا چرا من باید دروغ بگم، مثلا تو کی هستی که من بیام خودم رو به خاطر تو انقدر بیارم پایین که مثلا به تو دروغ بگم، هیچ وقت همچین کاری، یا مثلا بیام من به تو حسودی کنم، چون حسادت یه مثلا صفت بدیه دیگه، یا مثلا خیلی چیزای دیگه. برای همین اگه بتونین این، حالا من نمیدونم اعتماد به نفس عزت نفس چیه، خیلی کمک میکنه به این قضیه. و شما تحت مثلا دروغ نمیگی، حسادت نمیکنی، همیشه مثلا خودتو بالاتر از اون موقعیتی که مثلا توش گیر افتادی که حالا باعث میشه حسادت کنی یا چیزی میبینی. به نظر من جالب واقعا. مثلا من اگه بخوام به خاطر یه موضوعی به نفر دروغ بگم مثلا بهم بر میخوره، میگم ای یعنی چی، مثلا من چرا باید مثلا همچین کاری بکنم، اینقدر من مثلا بدبخت شدم. خب اینم بود از ویدیوی امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی از اینکه برام کلی از فرضیاتتون رو فرستاده بودین. حالا دیگه چه درست بود، چه غلط بود، چه خوب بود، چه بد بود، خب نداره دیگه، حالا یه ذره شما بیشتر با ما آشنا شدید. من این یارو بیل بیلکمو میکروفون نداشته رو میدم به همکارم. منم خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین این ویدیو رو دیدین. داریم یه چیزی. مرسی از وقتی که گذاشتین و این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که اون سوالایی که تو ذهنتون بود پاسخ داده باشیم تا جایی که میدونیم. حتما به آدرس ما
کد پستی کانال 4 حتما. این چیه؟ این چیه؟ ای بابا این چرا اینجوری شد؟ اونوری حتما به ما تماس بگیرید، نامه بدین، با ما انتقادات پیشنهادتون رو بدین. ولی در کل مرسی از وقتی گذاشتین، به ما هم خوش میگذره هر دفعه کامنت های شما رو میبینیم، خلاصه کیف میکنیم، انرژی میگیم. همین دیگه، ما میریم و شما رو تو یک ویدیو دیگه میبینیم. خدافظ. خب شما که توی کوچه میخوای بخوابی امشب عزیزم،